مجبورم که بر اساس قواعد فکری خودش باش برخورد بکنم، که از سرداران این فکر تکفیری و داعشی که به نام ابو محمد مدنی، عنوان کلیپش هم گذاشته پیام شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله برای محمد انصاری کذاب. فاتح است مشرک است، محمد انصاری است مشرک است، یک منطق. فاتح است مشرک است، محمد انصاری است مشرک است، یک منطق. في سجن طاغية لنا أخوات، فلمثل هذا تذرف العبرات، ويحل في قلب الصدوق هشاشة وتضيق في رحم. أينما كنا شبكة توحيدي إيمان الزلال تقديم مكنات مدنی حفظ الله برای محمد انصاری کذاب مدخلی. بعد در اینجا حالا کذاب مدخلی و مرجعه و نمیدونم سوء و درباری و فلان، گوش کنید که چی گفتیم. سبحان الله، هر ملتی که علمای همون ملت خودشان اهل سنت بگویند، خودشان سلفی بگویند، لیکن مرجعه باشند یا حزبی یا غیر و غیر باشند و ضدیت به اهل سنت بکنند باشند، یه چیزی که از این اصطلاحاتی که بوده در قاموس این رو همه رو آورده چسبانده. حالا چی رو میخواد ثابت بکنه؟ این حرف من این بود که شمایی که رفتید در غرب نشستید میگید که مثلا طالبا طاغوتن، نمیدونم حکومت ترکیه طاغوت است، حکومت عربستان طاغوت است، حکومت فلان طاغوت است. من این رو تعجب ما در اینه، سوال ما این است کشورهایی که شما در اونجا زندگی میکنین خلافت راشده است، عمر ابن عبدالعزیز حکومت میکنه اونجا، خالد ابن ولید، علی ابن ابی طالب، عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق، یا مدینه فاضله رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ سوال ما اینجاست. حالا ببینید، همینایی که بقیه رو به خاطر یک حرفی که بر علیهشون گفته شده، من یک حرفی بر علیهشون گفتم، شما به جایی که بیایی بحث بکنی، گفتگو علمی داشته باشی، هزار تا برچسب به من چسباندی و ما رو تکفیر کردید. فاتح است مشرک است، محمد انصاری است مشرک است، یک منطق. فاتح است مشرک است، محمد انصاری است مشرک است، یک منطق. دعوتگرا رو شما کشتید به خاطر یک اختلاف فکری که باهاتون داشتن. بعد حالا خودش ببینید که چطور با دین بازی میکنه. جوانان عزیز، این فریبکارای دغلبازای داعشی تکفیری چطور با احساسات شما بازی میکنن و چطور الان دین رو به نفع خودشون تفسیر میکنن؟ گوش کنید که چی میگه در مورد اینکه خودش در اوکراین زندگی میکنه و اون رفیقش در هلند زندگی میکنه. دلیلشو ببینید. ریحو هست، یک فاتح هست مشرک است، محمد انصاری هست مشرک است، یک منطقه دور الکفر اگر گفته شود معناش این نیست که هر کسی که در همین جاست باید کفر گفته شود. این اعتقاد خوارج است. چند سال قبل گفت عبدالرحمن فاتح مشرک است، محمد انصاری مشرک است، بعد از اون میگه که اگر کسی اعتقاد داشته باشد که مثلا کسی که در دارالکفر زندگی میکند کافر است، این اعتقاد خوارج است. کی گفته این را؟ ما بارها نظرمون رو واضح و صریح در مورد این کسانی که در کشورهای کفری زندگی میکنن گفتیم و هیچ کس هم در این مورد تکفیر نکردیم. نگفتیم کسی که در دارالکفر زندگی میکنه کافر است، بلکه شروط زندگی رو در اونجا گفتیم، حرف علما رو گفتیم، یعنی انسان چه موضوعاتی رو باید در نظر بگیره گفتیم، نصیحت کردیم، حرفامون رو سریع و آشکار زدیم، مثل شما بازی نکردیم. بعد اونجا میگه که من مشرکم، مفاتح هم مشرک است، و بعد از خود میگه که حالا کی گفته که مثلا اعتقاد بر اینه که کسی که در اونجا در دارالکفر زندگی میکنه اعتقاد خوارج است؟ من همین حرف رو زدم؟ نزدم همین حرف رو. من بر اساس منطق بی منطق شما میگم شمایی که ماها رو تکفیر میکنید، طالبا رو تکفیر میکنید، سعودی رو تکفیر میکنید، ترکیه رو تکفیر میکنید، شماها در اونجا نشستید، اونجا چی است؟ مدینه فاضله رسول الله است، خلافت عمر ابن عبدالعزیز است، چی است اونجا؟ بابا جان شما دارید در کشور کفری زندگی میکنید.
و اینکه شما خون برادر مسلمانتان را به خاطر یک گناهی، به خاطر یک اختلاف فکری مباح میکنید، میریزید و بعد از به شهادت رساندنش بهبه و چهچه و خوشحالی میکنید، این صفت مسلمان نیست. حالا ادامه را گوش کنید. مورجه ها هستند که میگویند که دارالکفر همه کفر است، مسلمان هایی که بنا مسلمان هست میگن دارالکفر همه کفر است. این اعتقاد خوارج ها است که این را میگن تکفیر بالعموم، تکفیر به عموم. همین اعتقاد را ما نداریم الحمدلله، اما شما کسانی که در کشور اسلامی زندگی میکنند همه را کافر میدانید، بالعموم همه را کافر میدانید. بابارا در سخنرانیاتون این را طالبا کافر است نمیگید، کسانی که با طالبا کار میکنن کافرن. مولوی مجیب الرحمن چرا کشتید شما داعش یا؟ به خاطر اینکه گفته بود که هر کس که بر علیه این حکومت بغاوت بکند، جنگ بکند، باقی است، بعد کشته شود، بعد با او جنگ صورت بگیرد. تکفیر نکرده بود کسی رو، بدون دلیل، بدون مدرک. اهل سنت اهل تکفیر نیستن. شما داعشی های خوارج، شما هستید که مردم رو بدون همین لحظات پیش خودت، همین جذبان خودت، همه بیننده هم شنیدن، انصاری مشرک است، فاتح مشرک است، یا آیان ناس. این منطق این مردم است. بلکه در دور الکفر مسلمان بودنش ممکن است و امروز میبینیم که هست. چقدر مسلمان ها در دور الکفر در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کردند. وقتی که پیامبر در مدینه بودند، در مکه بعضی از نو مسلمان شده ها زندگی میکردند. تا زمانی که به جنگ همراه مسلمان ها، ضد مسلمان ها به جنگ همراه مشرکین نبرمدند، الله تکفیر نکردند، زندگی کردند، در حالت زندگیشان مسلمان بودند. برای همین تا زمانی که یک انسان مسلمان کفر شرک اکبر نکند، او کافر گفته نمیشود، بدو دارالکفر باشد. چرا پس گفتی که محمد انصاری مشرک است؟ مردم چه شرکی من انجام دادم؟ بگوید مرد هستید، بیاید مرد مردانه بحث بکنی چه شرکی انجام دادم؟ کفر گفته نمیشه، شرک کفر کرد، کفر است. خود دارالاسلام باشد، خود دارالکفر باشد. صحابگان رو از مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه اذیت و آزار از جانب مشرکین به صحابگان رسول الله سخت شد، پیامبر صحابه ها رو به کجا ارسال کرد؟ به حبش. بابا این احمق بی سواد حقا نمیفهمه که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه صحابه رو به حبش فرستادن، به خاطر این بود که هیچ مملکت اسلامی وجود نداشت. بعد از اینکه به مدینه رفتن، چرا اینها رو طلب نکردن؟ چون نجاشی مسلمان شده بود، اونجا دارالکفر محسوب نمیشد، پادشاه مسلمان بود. وانگهی کار پیامبر یک برنامه استراتژیک بود، به خاطر اینکه خدای نکرده اگر مدینه سقوط بکنه، مسلمان ها یک پایگاه دیگری داشته باشن. اما بعد از اون چی شد؟ مگه همونا همه بر نگشتن؟ و بعد از اون پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه نگفتن که بعد از این دیگر هجرتی نیست؟ چرا تومد میبندید به الله و رسول، به صحابه؟ به خاطر اینکه ثابت بکنی که خودت در اوکراین پاسپورت اوکراینی داری، برات یعنی ما بگیم که نه تو آدم خوبی هستی؟ به خاطر ببینیم دوستان عزیز، اینها امت مسلمان رو تکفیر میکنن، میکشن به خاطر یک گناه کوچک، به خاطر یک مشکل فکری. خودشون اگر جبالی از نافرمانی الله و رسول رو انجام بدن، برای خودشون دلیل میارن. دلیلم چی؟ این دلایل لا اتچسبک. بابا بی سواد، تو فرق بین این رو که امروز 50 چند کشور اسلامی است که تو اگر مثل بچه آدم بری در اونجا زندگی بکنی، کس به تو کاری نداره. تکفیر نکنی، کسی کاری نداره در اونجا. چقدر کسایی بودن که حتی در جهاد هم شرکت کردن، اینو به کشورشون برگردن، مثل آدم دارن زندگی میکنن. اما شما به خاطر این فکرتون مردم از شما میترسه، شما منفور هستید در همه جا. و تنها جایی که این فکر گندیده شما در اونجا مکان دارد و جا دارد و مردم از شما استقبال میکنن، استخبارات کشورهای غربی است، چون که از این فکر کثیف شما بر علیه اسلام و مسلمان استفاده میکنن. به خاطر همون بهتون پاسپورت هم میدن، در اونجا زندگی میکنین، چیزم به شما نمیگن. گفتگویی که من با یک داعشی هفته گذشته داشتم، دوستان این رو کلیپ درست کرده بودن، من در سوشال مدیا انداختم، همه جا بلاکش کردن. ببینید حتی سوشال مدیای غرب کافر به نفع داعش کار میکنه. شما هر حرفی که بر علیه داعش بزنی، سوشال مدیا میاد حساب شما رو میبنده. چرا؟ چون اونا میخوان که این فکر رواج پیدا بکنه، این فکر نشر بشه. ادامه رو گوش کنید.
حبشستان امروز، امروز اثیوپیا میگن، اثیوپیا گفتند که به همون جا روید و عندهم ملک لم تظلم عنده احد، در همون قوم یک پادشاه هست که در نزدش هیچ کس ظلم کرده نمیشود، حالا که این پادشاه نصرانی بود، به نزد پادشاه نصرانی مسلمان ها را فرستاد، گفتند که پادشاه نصرانی است، کفر است، لیکن عادل است. صحابگان رفتند در دون کفر رفتن که هیچ کشور اسلامی، شهر اسلامی وجود نداشت. زندگی کرد. پیامبر به مدینه آمد. در مدینه چقدر وقت یک مجتمع اسلامی را بنا کردند، حکومت اسلامی را زندگی کردند. اما از حبشستان، از همین حبش صحابگان بعد از خیلی وقت آمد. خیلی وقت بعد از بعدشون، بعد از 5 سال 6 سال که پیامبر به مدینه آمد، بعد آمدند. برای همین این اعتقاد، اعتقاد غلو است که بالعموم در دور کوف کسی کسی را تکفیر می‌کرد. هیچ کس در دارالکفر کسی کسی رو تکفیر نکرده دوستان عزیز، اما این کلام برای خودش میخواد یک دلیل درست بکنه که بره در غرب زندگی بکنه و از اونجا مسلمان ها رو تکفیر بکنه. ما ببینیم فصل خطاب در نزد ما چی از قرآن کریم است. سوره نساء آیه 97 الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که آنها برخیش ستم کرده بودند. قالوا فیما کنتم، کجا بودید شما؟ چرا اجرت نکردید؟ در چه حالی بودید؟ چرا اینقدر در عذاب هستید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما بیچاره بودیم، در به در بودیم، مسلمان ها را تکفیر کرده بودیم، اوکراین رفته بودیم، جرمنی رفته بودیم، هلند و بلژیک رفته بودیم. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا سرزمین الله وسیع نبود که یک جای بهتر می رفتید مهاجر می شدید؟ چرا رفتید در اونجا؟ چرا ماندید در کشورهای کفری؟ فاولائی که مواهم جهنم و ساعت مسیرا، آنها جایگاهشان جهنم است و چه جایگاه بدی است، چه سرانجام بدی است. ترجمه شما از همینجا براتون بخونم. همانا کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که به خیشتن ستم کرده بودند، فرشتگان با آنها گفتند شما در چه حالی بودید؟ گفتند ما در زمین مستضعف بودیم، بیچاره بودیم، در به در بودیم. فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که در آنجا مهاجرت کنید؟ بنابراین جایگاهشان دوزخ است. همه مفسرین، تقریبا اجماع مفسرین بر این است که این آیه در مورد کسانی است که در مکه، در زمان حکومت کفار در مکه ماندن، هجرت نکردن. یعنی چی؟ یعنی قاعده کلی این است که هجرت از دارالکفر به دارالاسلام هست، در جایی که شما دینتان در آنجا حفظ شود، در جایی که اونجا اسلام حاکم باشد. اما نظر ما، دیدگاه ما در موردی که امروز بعضی از مردم، مثلا برادران تاجیک ما امروز مهاجر شدن در روسیه، در آلمان، در کشورهای مختلف، حکم اینها چی است؟ اینها در کشوری که تاجیکستان گفته می شود و کشور جز کشورهای اسلامی محسوب می شود، ظلم و ستمی که بر علیه اسلام و مسلمان ها در اونجا اعمال می شود بیشتر از ظلم و ستمی است که در غرب، در کشورهای کفری اعمال می شود. شعائر دینی، حجاب، ریش، مسجد رفتن، قرآن خواندن اجازه نیست. پس این مهم نیست که تاجیکستان جزء کشورهای اتحادیه کشورهای اسلامی است. مهم این است که در اونجا آیا این آزادی دینی هست، آزادی شعائر دینی هست، آزادی عبادت هست. اگر هست، از اونجا هجرت جایز نیست. اگر نیست، انسان به نزدیکترین سرزمین اسلامی نیست، به نزدیکترین سرزمین کفری که در اونجا عدالت برپا باشد، در اونجا شما آزادانه بتوانید دینتان را اجرا بکنید. اما زندگی کردن در سرزمین کفر، حالا امروز مثلا بعد با ما در آلمان زندگی میکنیم، آزاد هستیم، هیچ مشکلی نداریم، در اروپا و آمریکا زندگی ما مشکل نداریم، بله درست است، هیچ مشکلی ندارید. اما بشینید امشب خودتون، خانومتون بشینید با خودتون فکر بکنید، شما نسلی که از افغانستان رفتید در اونجا، از تاجیکستان، از کشورهای دیگه، نمازاتون رو میخونید، عید و جمعه میرید مسجد یا مرکز اسلامی، اجابتان هم تا جای حفظ میکنید، شراب و این چیزا هم دوری میکنید، اوکی خیلی خوب. اما فرزندانتون چطور هستن؟ بذار یک جدول بگیرید برای خودتون درست بگیرید، فرزندانتون چند درصد به نماز پابندن، چند درصد به شعائر دین پابندن، چند درصد به اخلاقیات دین پابندن. اینا رو بتوی یک جدول بگیرید. یقین داشته باشید، البته هستن خانوادهایی که ماشاءالله فرزندانشون از خودشون دیندارتر، ملتزمتر، اما به مرور زمان میگم اکثریت بر این است که فرزندان مباشر شما 50 درصد از
اعتقاداتشون، دینداریشون، اخلاقشون، تربیتشون رو از دست دادن. این چیز طبیعی است. رفتن اونجا درس خواندن، دانشگاه خواندن و بعد از اون برید اگر سنتون بالاتر از نوهاتون رو نگاه بکنید، فرزندان فرزندانتون که اونا چند درصد اعتقاداتشون رو حفظ کردن، اخلاقیات رو حفظ کردن، یقین داشته باشید که 25 درصد 30 درصد نهایتش. اما نسلی که بعد از اونا میاد چی؟ آیا اونا هم اینطوری دینشون رو حفظ خواهند کرد؟ چند درصد حفظ خواهند کرد؟ و نسلی که نسل پنجم که میاد، و کل این سرمایه گذاری کفار رو نسلهای بعدی هست، به شما کاری ندارن. شما تاریختون گذشته، پولم بهتون میدم، میگه بشین تو خونه، تو بشین تو خونه، ما با فرزندانت کار داریم. و اینکه نسل پنجم شما در اونجا فاسق بشه، فاجر بشه، بیدین بشه، ملحد بشه، گناه این به کی است؟ به شمایی است که سبب شدید که اینها برن در اونجا زندگی بکنن. این رو یقین داشته باشید. نگید والا نه ما مسئولیتی نداریم. کلکم راعین و کلکم مسئولون رعیته. بسیاری از دوستان من هستن که انسانهای دیندار ملتزم بودن، فرزندانشون هم سعی کردن، کوشش کردن تربیت بکنن، اما فرزندانشون امروز 50% 40% دینداری در اونها مونده و نسل بعدی رو خدا میدونه که چه بلایی سرش میاد. اما این که مردم در اونجا میان دیندار میشن و اسلام رو قبول میکنن، مسلمان میشن، بله در اونجا مردم مسلمان، فرق زیاد است بین اون جوان آلمانی اصلی که اسلام رو درک میکنه و مسلمان میشه و بین اون مسلمان شناسنامه ای که اونجا با شناسنامه زندگی میکنه. فوتح هست، مشرک هست، محمد انصاری هست، مشرک هست، یک منطق. فوتح هست، مشرک هست، محمد انصاری هست، مشرک هست، یک منطق. فوتح هست، مشرک هست، محمد انصاری هست، مشرک هست، یک منطق. اینما شبکه توحیدی ایمانی زلال تقدیم میکند.